دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از جنگ طالبان در افغانستان ستایش کرد. امرالله صالح: ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر باید پرونده جنایات طالبان را ضخیم‌تر سازند. با نقل از رسانه‌های خبری: جانشین مسعود اندرابی تعیین شد و واکنش عاجل طارق آریان به این خبر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبری این چینل خوش آمدید. لطفاً تا پایان این خبرهای مهم ما را همراهی نمایید. در ابتدا با نقل از خبرگزاری فوق: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از جنگ طالبان در افغانستان ستایش کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از دیدار با هیئت طالبان در تهران اعلام کرد که رهبران طالبان را در جنگ با آمریکا مصمم‌تر یافته است. آقای شمخانی موضوع را روز چهارشنبه 8 دلو در توییترش نوشته است. او افزوده است در ملاقات امروز با هیئت سیاسی طالبان، رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. او با اشاره به زندانی ماندن ملا برادر در گوانتانامو گفته است: کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان یعنی آمریکایی ها بوده، مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است. هیئت طالبان به رهبری ملا برادر معاون سیاسی این گروه روز گذشته عازم تهران شدند و امروز با علی شمخانی دیدار کردند. رسانه های ایران گزارش دادند که طالبان در این دیدار برای مقابله با تحرکات داعش در مرزهای افغانستان و ایران اعلام آمادگی کردند. آقای شمخانی در این دیدار همچنین به سیاست های آمریکا در افغانستان تاخته و گفته که آمریکا به دنبال صلح و امنیت در افغانستان نیست. این سفر در حال انجام شده است که حدود یک ماه پیش از این محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی تلو نیوز تأکید کرد که طالبان اقدامات تروریستی بسیار انجام داده است و ما هنوز طالبان را از گروه تروریستی خارج نکرده ایم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از دیدار خود با هیئت گفته که امنیت افغانستان به ویژه در ولایت‌های مرز با ایران را امر غیر قابل اغماز دانسته و بر همکاری طالبان با دولت افغانستان برای مبارزه با هر گونه ناامنی و مقابله با تحرکات داعش تاکید کرده است. وی افزوده است ملا عبدالغنی برادر حفظ امنیت مرزهای افغانستان و ایران را مورد تاکید قرار داد و آمادگی طالبان را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد. این مقام ارشد ایرانی در دیدار با طالبان بر ضرورت مشارکت هم اقوام در تعیین سرنوشت افغانستان نیز تاکید کرده است و ملا عبدالغنی برادر هم گفته است که ما معتقدیم که در آینده افغانستان هم اقوام و توائف باید مشارکت داشته و ایفای نقش نمایند، اما با هر جریانی که مزدور امریکا باشد می جنگیم. این اظهارات در حال مطرح شده که پس از این برخی مقام‌های افغان و نیز مقام‌های آمریکایی ایران را به حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان متهم می‌کنند. حتی برخی اتهام‌ها بر ایران وارد است که به طالبان پناه داده است و کشته شدن رهبر پیشین گروه در این بیشتر بر این اتهام‌ها افزوده است. امرالله صالح: ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر باید پرونده جنایات طالبان را ضخیم‌تر سازند. معاون نخست ریاست جمهوری از ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر خواست تا دوسیه جنایات طالبان را ضخیم سازند و مذاکره کننده های این گروه را در دوحه با ثبوت‌های پلیس افغانستان رخ در رخ کنند. با گزارش سپوتنیک، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در گزارش جلسه 6:30 صبح روز گذشته سه‌شنبه 7 دلو گفته که اعتراف تروریستان دستگیر شده در ناحیه چهارم را شنیدم و خواندم. آنها قرار بود یک نفر از اعضای جامعه مدنی را ترور نمایند. اسم این شخص را به خاطر محرمیت و احترام به حریم او نشر نمی کنیم. او به زودی به خارج کشور سفر خواهد کرد. آقای صالح افزود تروریستان وظیفه داشتند که او را هنگام بیرون شدن از منزل ترور کنند. دستگیر شده ها از اعضای گروه تروریستی طالبان هستند و تعلیمات ترور را در یکی از پایگاه های طالبان در غزنی فرا گرفتند. او گفته پس از بهره‌گیری اساسی از اعترافات آنها و به اصطلاح تخیل اطلاعاتی، چهره ها و داستان آنها را با جزئیات با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت.
ادعای شرم‌آور و به اساس طالب که ترور افراد ملکی کار آنها نیست، دیگر شباهت به یخی دارد که در گرمای کار اطلاعاتی و پلیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان آب شده و هیچ گردیده است. معاون نخست ریاست جمهوری بیان داشته، حالا وقت آن رسیده است که در پهلوی تشدید کارهای کشفی و پلیسی به خاطر جلوگیری از جنایات بیشتر طالبان تروریست، ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر دوسیه جنایات طالب را ضخیم سازند و مذاکره کننده های این گروه را در دوحه با این ثبوت ها رخ در رخ نمایند. امرالله صالح بیان داشته، به اساس فیصله امروز جلسه قرار است به منصوبین پلیس که این دستاورد بزرگ را دارند بلندترین سپاسنامه که آن را سپاسنامه اطلاعی می نامیم اهدا گردد. همچنین در خبر دیگر به نقل از آماج نیوز، منابع به آماج نیوز: رایزنی برای بازگشت بسم الله خان به وزارت دفاع جریان دارد. منابع نزدیک به بسم الله محمدی به آماج نیوز میگویند که برخلاف بازتاب رسانه‌ای، رایزنی برای بازگشت بسم الله خان به وزارت دفاع جریان دارد، نه وزارت امور داخله. آنها می‌افزایند اما حلقات در رهبری حکومت مخالفند. سخنگوی وزارت امور داخله نیز در توییتر تغییر در رهبری وزارت امور داخله را رد می‌کند. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بدی این چینل می باشیم. لطفاً نظریات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برایتان ویدیوهای خوبتر، بهتر و جالبتر را آماده سازیم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد.